أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. به توفیق الهی در ترجمه و بیان نکته های دعای مکارم الاخلاق رسیدیم به این جمله حساس. فرمود: اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها و ابق لنفسي من نفسي ما يصلحها فان نفسي هالكه او تعصمها. قبل از اینکه این جمله نورانی رو براتون ترجمه کنم، باید یاد کنیم از مرحوم آیت الله امامی کاشانی رحمت الله علیه که این ایام به فراق ایشون مبتلا شدیم. استاد عزیز و عالی قدر ما، حضرت آیت الله امامی کاشانی یکی از حسنات روزگار ما بودن. بعضیا برای روزگار خودشون یک حسنن، یک نماد از جمال الهی، از لطف خدای متعال، و بعضیا این خصوصیت رو دارن که وقتی هستند انسان یک اطمینان خاطری داره که دستی به سوی آسمان برداشته میشه، یک رازی، نیازی، یک دعای خالصی هست که آسمان رو متوجه زمین کنه و لطف خدای متعال رو شامل حال بندگانش کنه. در روایات هم هست که هستن در بین بندگان خدا کسانی که خدای متعال به وسیله اونها بلاها رو دفع، به وسیله اونها رحمت و لطف الهی شامل حال مردم میشه. بدون شک از آیت الله امامی کاشانی یک چنین رجلی بود. حالا من اگر بخوام درباره ایشون صحبت کنم، خودش یک داستان مستقلی است، جلسه مفصل مستقلی میخواد. اما در حد عرض ارادت و به عنوان این که بالاخره حق استادی عادی، نه واقعا یه جورایی حق حیات گردن ما داشته، بخوام در حد دو سه جمله عرض کنم، اینه که خداوند تبارک و تعالی به ایشون این لطف رو کرده بود که یک شخصیت بسیار بسیار زلال و صاف و خالص و شفاف و آینسانی داشتن. این خیلی لطف بزرگی است. خدای متعال درباره کسی بود اینقدر این مرد نازنین با صفا بود، کلمه صفا و صدق و اون زلال بودن. حالا این حتما خیلی سیر و سلوک هم میخواد که انسان به چنین نقطه‌ای برسه، و از همین راه گذر بهرمند از لطافت روح، یه لطافتی داشتن از جهت روحی، و اون شفافیت و صفا و این لطافتی که از جهت روحی خدای متعال بهشون کرامت کرده بود، این سبب می شد که با عالم ملکوت
و حقایق قدسی و حقایق آسمانی ارتباط خیلی نزدیکی برقرار کنه. ایشون در یک چنین افقی بود. میشد شما از وجود نازنین حضرت ایشون عطر گلهای ملکوت رو استشمام کنید. واقعا مثل وقتی شرفیاب میشد منظر ایشون، میشد استشمام کرد رایحه بهشت رو. منظر ایشون یک چنین حال خوشی داشت و خداوند تبارک و تعالی خیلی از حقایق رو در عالم رؤیا به خاطر همین صفا و نورانیت و گاهی هم در حالات منامیه به ایشون نشون داده بود که خودش یک داستان مستقلیه. من یه وقتی ازشون خواهش کردم، یه حدود شاید یکی دو ماه پیش که جلسه مفصلی محضرشون دو نفری بودیم و چقدر خوب بود اون جلسه و خوش گذشت، چه اسراری مطالبی مبادله شد. اونجا از ایشون خواهش کردم که این رؤیاها و این مشاهداتی که شما از حقایق ملکوتی دارید، اینا رو کاش مضبوط می‌کردید که حالا انجام شده یا نشده نمیدونم. اینقدر با صفا انس فوق‌العاده‌ای با قرآن کریم، با کلمات اهل بیت علیهم السلام ایشون داشتن. از برکت ارتباط با حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، اون مرد بزرگ و اون شخصیت حقیقتاً با عظمت روزگار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، خب سالها شاگردی حضرت ایشون باعث شده بود که استاد ما به حمدالله حظ وافر داشت از درک لطائف قرآنی، یعنی بهشون چشونده بودن. این خیلی توفیق بزرگیه. اینجوری نبود که همین مثلا تلاوت ظاهری آیات، بلکه برداشت‌های دقیق، برداشت‌های عالی و پیشبرنده و سازنده خودم تا روزیشون کرده بود. خب از نوجوانی انس با قرآن و همواره این بود تا آخر. لذا گاهی جلساتی که ایشون ارائه بحثای تفسیری داشتند، باز اون ارائه های لطیف و دقیق و اون برداشت های واقعا ظریف رو میشد از محضر ایشون استفاده کرد. در این میانه انس فوق‌العاده‌ای داشتن با دعا. کلن اگر کسی بخواد با عالم معنا ارتباط پیدا کنه، راه نزدیک و راه میانبرش دعاست که ما نوعا محرومیم، که میگن قرآن ساعده. بله، راهش دعاست، یعنی حرف زدن با خدای متعال. بعد اون وقت اینجا باید به دو سوال جواب بدیم که ما اولا از خدای متعال چی بخوایم، دوم این که چگونه بخوایم. و اولیاء خدا به این دو سوال ما جواب دادن. صحیفه مبارکه سجادیه در واقع پاسخ به این دو سواله دیگه. ما از خدا چی بخوایم؟ راهنماییمون کردن. چگونه بخوایم؟ راهنمایی شدیم. این مجموعه ای که ما به عنوان دعاها از ائمه علیهم السلام داریم اینجوریه. همین صحیفه مبارکه، این مناجات شعبانیه و دعاهایی که رسیده از ائمه علیهم السلام، دعای کمیل، این مناجات ابو حمزه که در اون دعای سحر ماه مبارک رمضان
اللهم اینی از علوک من بهایک و همسارین. اینا این راه رو برای ما باز کرده. خیلی قیمتیه. حضرت آیت الله امامی کاشانی رضوان الله تعالی علیه که حقیقتاً آیت الله بود. بعضیا اسمه. اسمیه دیگه. عیبی نداره. شما خیلی ها رو میگید دکتر. اما این کجا؟ اون کجا؟ بله بعضی آدم میره پیششون دکترن ولی مریض میشه آدم. بعضیا اصلا نیاز نداره به شما دارو بدن. شما رو نگاه میکنن خوب میشی. این تأثیر نفسی که دارن. بله این عنوان رو هم خیلی ها دارن. خیلی تشریفاتیه. به خیلی ها همینجوری میگن اصلا رو بی حساب. اما حضرت ایشون به معنا آیت الله بود. یعنی هم از نظر روحانیت و معنویت و قدسیت که انسان در حضور او یاد خدای متعال می افتاد. حس فطری انسان و عطش فطری انسان در انسان زنده می شد و این دلتنگی انسان برای ارتباط با خدای متعال این درش پیدا می شد. شما با بعضی ها نشست و برخاست می کنید عمدتاً ذهنتون درگیر خواهش های نفسانی و دنیایی و اینها میشه. اما واقعا از مصادیق کسانی بود که من یذکرکم الله رؤیتو شما ایشونو میدیدید به یاد خدای متعال میفتید و به یاد اسماء حسنا به یاد زیبایی های ایمانی اینا میفتید. الحمدلله حظ وافری هم از جهت علمی داشتن، چه فقهی، چه اصولی، چه تفسیری، چه اصولی، چه حکمی، علوم عقلی. خدا متعال بهشون روزی کرده بود استادهای خیلی خوب و ایشون هم بهره خوب برده بودن الحمدلله. لذا خوب نمایندگی میکرد از اون سلف صالح. یعنی شما خدمت ایشون بودید هم اون عظمت فقهی و اون شکوه علمی امام راحل عظیم الشأن رو داشتید، وقتی محضر ایشون بودید اون لطف و صفای و لطافت طبع حضرت علامه طباطبایی رو داشتید. اینا رو انسان همچون نقد داشت. خوب تونسته بودن بهره‌مند بشن از محضر اساتیدشون و سایر بزرگانی که ایشون به حمدالله از محضر اونها بهره‌مند شده بوده. خیلی شیرین بود محضرشون. حالا غرض به معنا آیت الله بودن، هم از جهت روحانیت و قدسیت و اون اتصال ملکوتی که اصل آیت اللهی مال اینه که اگر کسی بهش برسه، و بعد هم اون جهات علمی عرض میکنم در چه معقول چه منقول بالاخره بهرمند بودند و در همه این سالها هم اتصالشون و ارتباطشون برقرار بود رضوان الله تعالی علیه. این هم یک نکته. و نکته بعدی هم این که به معنای کلمه ایشون صاحب حسن خلق بودند. به معنا صاحب حسن خلق یعنی خوش محضر، خوش سخن، خوش رو، متواضع، صمیمی و گرم از نظر ارتباط، خیلی فوق‌العاده. با شاگردا خیلی خودمونی، بسیار صمیمی، با محبت. این واقعا اون چیزی که ما در روایات در باب حسن خلق داریم، منم اینجا براتون چند نوبت به شکل مبسوط بحثش رو مطرح کردم، ازش حظ وافر داشتن واقعا. این همونی که در سیره اولیا هست، در سیره پیامبر عزیزمون هست، رو شما در شخصیت حضرت استاد میتونستید ببینید رضوان الله علیه. خداوند تبارک و تعالی به ایشون یه توفیق دیگه هم داده بود. این بهره ای که ایشون از
مکارم اخلاق و از حسن خلق و از مکارم اخلاقی زیبایی های اخلاقی داشتند، اینها رو در تمام فراز و نشیب ها حفظ کردن. این مهمه، ولی زمانه اینجوریه دیگه، زمانه فراز و فرود داره. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، اینجوریه دیگه. بعضی ها مثلا وقتی منظری باشن اخلاقشون خوبه، وقتی خودشون باشن و خودشون با چهار نفر مثلا فرض بفرمایید که دم دستشون باشن، اما این آدم اگر مورد اقبال قرار گرفت، یعنی اقبال اجتماعی براش رخ داد، از دست میده. یه دفعه مثلا ده ها هزار نفر پای صحبتش نشستن، خودشو گم میکنه، از دست میده. اونجا ظرفیت میخواد، برایشون اصلا فرقی نمیکرد. و تو همه این فراز یه وقتی که مثلا در جایگاه هایی بودن که میتونستن تصمیمات بزرگ بگیرن در مواقف خطیر، گاهی اینجوریه که اونجاها شخص آیا این زیبایی های اخلاقی رو حفظ میکنه. گاهی تو منازعات سیاسی، ابتلاعات سیاسی، پیدا شدن رقبا و امثال اینها، دیدید مثلا بعضی آدم های مردمان بدی نیستن، اما انتخابات که میشه، رفتارهایی که شما مشاهده میکنید، ببینید اینا اصلا ربطی به اون بحثایی که تا قبل از این داشتیم اصلا به اینا بحث ربطی نداره. این آدم انگار نه انگار چقدر راحت داره مثلا تخریب میکنه دیگرانو. این خیال میکنه مثلا اومده تو محیط انتخابات، حالا میشه رقیب رو بالاخره حسابش رو رسید. یعنی اونجا دیگه از دست میاد. میان تو سیاست، سیاست به معنای همین رقابت ها و همین بگو مگو ها و اینا. حضرت آیت الله امامی کاشانی نماد حضور اخلاق در سیاست بود. هیچ وقت معیارهاشو از دست نداد. چون این 45 سال به اضافه اینکه خوبشون قبل از انقلابم ورود داشتن تو مبارزات و اینا، ولی این سالها که دیگه ما از نزدیک محضرشون بودیم، ما از سال 60 خدمت حاج آقا بودیم تا حالا، خیلیه دیگه. در تمام این سالها ایشون از نظر اخلاقی هر روز کاملتر و پخته‌تر و شیرین‌تر و دقیق‌تر بودن. لذا تو خیلی از این مسائل سیاسی پیش می‌اومد، ایشون اصلاً از اون معیارهای اخلاقی عبور نمی‌کردن به هیچ وجه، در حالی که خیلی از ایشون توقع داشتن، خیلی‌ها مراجعه می‌کردن. نه، همون صراط مستقیم. خیلی توفیق بزرگی ها اینه. حالا من که میگم خیلی مواقع اونا رو دیگه نمیتونم براتون توضیح بدم، تو این 45 سال چقدر فراز و نشیب و داستان ها و قصه ها بود. اون مرد همینجور مستقیم، من واقعا این رو با دقت عرض میکنم، نماد حضور اخلاق در عالم سیاست اگر بخواید آیت الله امامی کاشانی. یعنی ظرفیت، بردباری، حریم نگه داشتن، احتیاط، قضاوت نکردن درباره دیگران، حتی در مورد مخالفین، حتی درباره رقبا فلان، هیچ، خیلی فوق العاده. نه فقط در اجتماعات بزرگ که ایشون مشهور بودن به همین طبع اخلاقیشون، در خصوصی هم همینطور بودن، در جلسات خصوصیشون هم همینطور بودن. یعنی همون مرزها و احتیاطها که میدونی خیلی کم شده الان تو جامعه ما، مخصوصا وقتی باب مثلا مسائل سیاسی و اینها مطرح میشه، کلن باب احتیاط بسته میشه. انگار نه انگار اینجا باید ما مسائل اخلاقی و حق و ناس و گفتن درباره دیگران و غیبت و همه این چیزا مجاز میشه دیگه، غیبت و تهمت و افشای اسرار و افشای عیوب و هی سر دست گرفتن عیب مردم و کشف
اشکالاتشون بریم کشف کنیم، استخراج کنیم، بعد سر دست بگیریم، منتشر کنیم. اون همش گناه کبیر است دیگه، کلش گناه کبیر است. و نمیدونم چجوری مرتکب میشن. ملاسف بعضی از اینایم که مرتکب میشن رأی هم میارن، خیلی اسف شدیده. وا مصیبتا اون صندلی مجلسی که یا آدمی از طریق گناه یا خودش یا اطرافیانش اینو آورده باشن اینجا، یعنی با تخریب دیگران، با آبروریزی برای دیگران یه کسی بیاد جلو. این چه برکتی درش هست. اون جمله امام حسین علیه السلام چقدر صریح بود، فرمودن جز اون کسانی نباشید که از طریق گناه بخواید به چیزی برسید. ظاهرا ممکنه برسید، ولی برای شما وزره لحظه لحظش. خیلی خوب، غرض ایشون اینجوری بودن اخلاقی. حالا خاطره ها در این زمینه دیگه خیلی زیاد. سعی صدر فوق العاده. عرضمو جمع کنم، میگم انشالله و خدا توفیق بده، من باید یک به شکل مضبوط الان اینجوری نخواستم براتون صحبت کنم، باید عرض ارادتی بود و باید به شکل مضبوط ما درباره ایشون صحبت کنیم که اینا بمونه واقعا برای آیندگان مطلع بشن. این که ما میگیم آیت الله امامی کاشانی از حسنات روزگار ما بود، این یعنی چی؟ این هست. بعد هم جهت استحضارتون، ماشاءالله تا دلتون بخواد اهل خیر رسانی و گره گشایی، که حالا این وجه شخصیت ایشون شناخته شده هم نیست. من اخیراً هم دیدم بعضی ها دارن صحبت میکنن، دیدم از این بخش چقدر ایشون حالا خدمت کردن به مخصوصا به جامعه بیماران، به بیماران خاص، به اینایی که گرفتاری خاص دارن، بچه های عقب مونده و اینا. میدونیشون چقدر بیمارستان تأسیس کرده برای اینا. در همین تهران چند بیمارستان، در شیراز، در کجا، خود حاج آقا تأسیس کرده، یعنی ایستادن آبرو گذاشتن. حتی یادم هست یه سالهایی خودش مستقیم مباشر پا می شد می رفت مثلا بعضی از این کشورهای اروپایی که اینا در این زمینه کارهای پیش رفته داشتن، مطالعه که می شد خودشون می رفتن پیگیری می کردن بعضی از این دستگاه و امکانات و تجهیزات رو، خلاصه پیگیری می کردن که بیاد در خدمت این بچه ها قرار بگیر. خودش یه رشته ای، اگر یه وقتی لازم بشه درباره صحبت بشه. همش هم به نام ولی عصر علیه السلام و به اسم امام زمان. اینم از اون توفیقات بزرگی ایشون، به اضافه کارگشایی های دیگه الا ماشاءالله. و دیگر این مسئله صراط مستقیم از نظر ارتباط با ولی امر، اینم آقا یک داستانیه. با امام اینا شاگرد بودن، با آیت الله امام گوشن، خب شاگرد امام بود، فقهی اصولی 7-8 سال صبح و عصر درس امام در قم و بعد هم دیگه. خب این کل این حضرات اینا شاگردای امام بودن دیگه، با امام نسبتشون شاگردی بود، لذا تبعیت از امام برای اینا ولو رتبه بزرگی بود اما امتحان خیلی سختی نبود، چون تبعیت شاگرد از استاد نوعا این آسونه. اما حالا شما کسایی که با هم همسنگرید، یکیتون میخواد بشه فرمانده، حالا چی امتحان خاص میشه؟ اینجا فرق میکنه. خب نسبت ایشون با رهبر عزیز و عالی قدرمون یا نسبت دوست صمیمی قدیمی در مبارزه، در فعالیت ها و امثال این. خب امام که به لقاء الله پیوست، امتحان برای این جماعت امتحان سنگین شد. حضرت آیت الله امامی کاشانی، بهتون بگم رضوان الله علیه،
از اون افراد بصیر و روشنبینی بود که از قبل در زمان امام راجع به حضرت آقا تشخیص داشت. تشخیص داشتشون از قبل، چون ما اون زمانو درک کردیم دیگه با ایشون. تشخیص داشتن. و تو همین مدرسه عالی شهید مطهری ما تمام امام گذاری ها توسط حضرت آقا انجام میشد. خود از تایت آدم هم کاشید دعوت میکردن. دقت میکنید اون وقتا مثلا معمولا پیش مراجع و بعضی از افراد از این پیرمرد و اینا، آقا اون زمان جوان هم بودن، رئیس جمهور بودن تازه، یعنی موقفشون ایشون داشت این پیامو میداد که این شخصیت بزرگ، معنویتش، علمش، فضلش، غیر از اون جهات سیاسی که میشناسید خبرهای دیگه هم هست. برای امام گذاری معمولا افراد خاصی رو میارن، ایشون مقید بودن. و یه قصه هایی هم داریم که تصریح هم کرده بودن که برای آینده، حتی یه باری در یک مناسبتی ایشون فرموده بودن همین آقای آسید علی آقای خودمون، ایشون چی کم نداره بریم. تشخیص داشت. بعد هم در کنار رهبر عزیزمون باز تو فرازها و نشیبها ثابت و استوار و همراه، کمک کننده، یار بودن تا آخر، تا لحظه آخر. اینا درس واقعا برای همه ما. این صراط مستقیم ولایت خیلی چیز مهمی، انسان همیشه باشه توی اون راه مستقیم باشه، اعوجاج نداشته باشه، تردید نکنه، کم نیاره، این ور اون ور نره، راست و چپ نره. خیلی ها رفتن، خیلی ها اصلا بله. از همین رفقای خدا آجا، از همین رفقای نزدیک خود حضرت ایشون در دوره مبارزات مگه کم بودن؟ کسانی که تو این مسیرها همه معوج شدن، یکی رفت این ور، یکی رفت اون ور، کم آوردن، هر کدوم هم توی مناسبتی کم آوردن، دلخور شدن، دلگیر شدن، حق ما داده نشد، مراعات ما نشد. مستقیم بودن تا آخر، رضوان الله علیه. اینا همش درس دیگه، همش درس. اجازه بدید دو تا نکته پایانی هم عرض کنم. یکی این که خداوند تبارک و تعالی به این استاد عالی قدر علاوه بر قدرت بیان که بهش داده بود، چون خیلی بیان با حلاوتی داشتن، مثلا جوانتری هاشون رو دیدین شما دیگه، گاهی اگه اون فیلم هاش یا صوت هاشو داشته باشید. ما از این جهت از بچگی همون با ایشون آشنا بودیم، محل ما دعوت می شدن و پدر بزرگ من از مریدای حاج آقا بودن، اینا دعوت می شدن به محل دماوند ما، محله ما. دماوند ما 5-6 محل داره بر خودش، با اینکه جای کوچیکیه، ولی تو اون حسینیه محل ما از جمله دهگی دعوت می شدن. و از اون بیان، بیان بسیار قوی، شوق‌انگیز، مستند، قابل استفاده نبود. اینجوری. اما علاوه بر این خصوصیتی که آقا داشتن، روحیه تشکیلاتی، کار جمعی و تشخیص‌های خیلی دقیق، که نتیجه این نکته دوم یکیش این شد، یکیش این بود که ایشون نقش بسیار جدی داشتن در راه اندازی تشکل‌های گوناگون، چه دانشجویی، چه مخصوصا دانش آموزی، که این انجمن‌های اسلامی دانش آموزان اتحادیه یکی از کسایی که خیلی نقش داشت در شکل گیریش از آیت الله امامی کاشانی بودن. اولین نماینده امام هم در این مجموعه پربرکت آیت الله امامی بودن که امام سپردن به ایشون، و 1,000 تومانی هم میگفت از امام کمکم خواستم، دست به جیب کرده 1,000 تومانی به من داد، گفت با این برید خدا بهتون برکت بده. و چقدر برکت داشت اون کار، که حالا من توفیق دارم در این زمینه سالهاییست خدمت گذارم. عرض به محضرتون، حالا این ایجاد تشکیلات،
از جمله آقا این مدرسه عالی شهید مطهری رو که مدرسه سپهسالار بود امام سپردن بهشون. همون جایشون کارهای تبلیغاتی و خیلی از شورای هماهنگی تبلیغات و این سازمان تبلیغات و اینا همه ریشه گذاریش از همین مدرسه عالی شد. ولی ایشون مدرسه عالی شهید مطهری رو اهتزاز داد. یعنی یه گفتگوی ایشون با شهید مطهری داشته، از اونجا برداشت کردن که چی کار باید بکنن، بعد آمدن در منهج علمی، در روش کار. و خب باعث شد که این معهد علمی توانست بالاخره یه ارتفاعی پیدا بکنه و منشأ کارهای بزرگ، بعدم امتدادش داد. امتداد دادن از جمله شما میدونید ما الان در مثلا زاهدان مجموعه شعبه داره، در مشهد داره، در یزد داره، بخش عالی. علاوه بر این یه کار بزرگی که حاج آقا کردن تأسیس رشته معارف اسلامی در آموزش و پرورش بود که کار خود ایشونه. بعد این مجموعه ای که خود حاج آقا رو انداختن دبیرستان های شهید مطهری، این کلان هست میدونید در اقصی نقاط کشور، پسرونه دخترونه، الان نمیدونم حالت عددش چقدر. آقای ناسخیان ما هم جزه شخصیت هایی بودن که در اون تأسیس نقش داشتن و این مدرسه تهران که خیلی مدرسه پربرکتی بود، منم اونجا جزه بالاخره خادمین اونجا بودم، معلم اونجا بودم یه سالهایی محضر ایشون. خلاصه این در کشور الان شاید 70-80 تا شعبه داره و بعد دیگران اومدن این کارو ادامه دادن، مجموعه هایی مثل صدرا، مثل دیگران، دانش آموزی در آموزش پرورش رشته معارف اسلامی. اینا همه از کارهای از آیت الله امامی کاشانی بود. این است از این شخصیتی پر برکت باشه اینجوریه. والا شما حساب کنین صدها شاگرد که اینا الان هر کدوم یه جاهایی مشغولن و منشأ خدمتن، این دوستان ما، رفقای ما. البته خیلی در همون دوره ها مدرسه عالی در جنگ هم خیلی فعال بود، خیلی هم شهید دادیم، دوستان هم دوره ما تو جنگ خیلی فعال بود مدرسه، همه به برکت وجود نازنین ایشون. بگذاریم. اما اون سخن پایانی آقا به معنای دقیق کلمه مجذوب حضرت بقیت الله العظم روح فدا و علیه صلات و سلام جلالات آن فجر شد. سه چهار شب پیششون به من زنگ زدن، یعنی دقیقا یه شب قبل از رحلتشون، دو شب قبلش تماس گرفتن، ساعت نمیدونم 9:30 اینجور، اصلا غیر عادی بود. احوال پرسی خودشون هم فرمودن مثل این که من بد وقت زنگ زدم، معلوم بود کمی در صداشون من یک حسی داشتم. بعد فرمودن که من یه نکته‌ای به نظرم رسید، گفتم باید با شما مشورت کنم و اون مطلب اینه که اون کاری که من درباره حضرت ولیعصر ارواحو فدا انجام میدادم تمام شد. و همینجا فهمیدن دیگه تمام شد. و شد 15 جلد. 15 جلد. میشه تقریبا یه حالت دائره المعارفیه. اسمش هم میدونید که خط امانه. بعضیاش قبلا منتشر شده بیرون ولی خیلی هاش هنوز انتشار عمومی، مثلا این مجلد اخیرش هنوز منتشر نکرد. ایشون فهمیدن اون کار تکمیل شد. بعد به من فرمودن که شما که میدونی من برای این کار چقدر زحمت کشیدم، میخواستیم مشورت کنیم که چه کار بکنیم این قضیه، این ازش استفاده بشه. عرض کردم آقا من خدمتتون شرفیاب میشم، مشورت میکنیم. قرار شد شنبه ما خدمتشون برسیم. شنبه ظهر رو قرار گذاشتیم که دیگه شنبه ایشون یه حادثه براشون تو خونه پیش میاد، زمینی خورده بودن و بعدم دیگه منجر به رحلتشون شد. البته
محروم شدیم از اون دیدار، از اون جلسه آخری. این کاری که ایشون گفتن یه کار خاصیه راجع به حضرت ولی عهد ارمان و فدا، این 15 جلدی که آقا کار کرده. سال 77 من امام جمعه دمامن بودم، از ایشون، از حضرت آیت الله جوادی آملی و از حضرت آیت الله مرعشی که اساتید من بودن، هر ستا رو دعوت کرده بودم منزل، مهمان ما بودن دماوند، خدمتشون شرفیاب بودیم. اساتید ما نوعا به من لطف داشتن، همشون تقریبا، اینم یکی از الطاف الهی برای ما بود. اونجا صحبت از این کار شد، ایشون یک مشکل قلبی پیدا کرده بود، یعنی حالت یک چه بسا سکته قلبی که بعد منجل شد به عمل قلب باز، یعنی کار سنگینی انجام شد. قضیه‌ای که پیش آمد ایشون فرمودن، حالا داستانش مفصله، ایشون اونجا نقل کردن، فرمودن که من یک کاری رو، این قصه‌ای که برای من پیش آمد، من تقریبا از دنیا رفتم. حالا داستان مفصلی رو داشتیشون توضیح دادن که من از دنیا میرم و تمام شد کار من، منو بردن توی محوطه. و بعد اونجا متوجه شدم که اینجایی که من هستم در مثل این که در حضور حضرت رضا علیه السلام، شرایط اینجوری بود، اون محوطه‌ای که بود اینجا، مثلا رفتم منزل حضرت، در حضور حضرت مشرفم، هر آنم منتظر بودم که جمالشون رو زیارت کنم. بعد اونجا یه پیکی، یه صدایی که گویا صدای حضرت بود، با یک آهنگ خاصی اعلام کرد که محمد امامی کاشانی میماند، یا بماند، یه همچی چیزی، این میمونه. گفت آه، میفرمودن که من میلرزیدم وقتی اون صدا رو شنیدم، گفتم میماند. ایشون گفتن که شرایط عوض شد و حال من مساعد شد و دیگه اون کارایی هم که دکترا داشتن جواب داد و خب حالا. وقتی ایشون فرمودن من اونجا متوجه شدم که من موندم که این کاری رو که برای حضرت ولیعصر ارواح و فدا تصمیم گرفتم انجام بدم، اینو به نتیجه برسونم. منم به شوخی، میدونید چی گفتم؟ از این شوخی های استاد شاگردی دیگه. گفتم آقا جون، پس شما تا میتونید این کار رو کش بدید مفصل، چون تا شما اینو انجام بدید انشالله هستید در حضور اساتیدمون، آیت الله جوادی آملی، آیت الله مرعشی، خدا آقام بود. گفتم پس تا میتونید این کار رو کش بدید. حالا من العجیب، اون شب ایشون زنگ زدن به بنده. خب این کار رو ایشون، خیلی شاگرد دارن آقای امامی و خیلی ها در دسترسشونن، باشون تماس گرفتن به من که آه اون کار تمام شد. من دلم یه دفعه ریخت پایین، تا گفتن این کار تمام شده، این چاپ شده، مثل این که این به هدف رسیده باشه. بله، خیلی حالت بیقراری داشت نسبت به امام زمان سلام الله علیه، یه حالت بیقراری. و شما خاطرتون هست تو خطبه های نماز جمعه تهران، نوع خطبه های اول ایشون راجع به امام زمان سلام الله علیه بود. و میدونید در نماز جمعه تهران کسی که از همه بیشتر خطبه خونده از تو استاد امامی کاشانی، بیش از 500 خطبه ایشون خونده تو نماز تهران. امام موقت بودن اون زمانی که خود حضرت آقا منظمتر می آمدن، اینایی که موقت بودن کمتر شرکت می کردن، ولی حضرت امامی کاشانی جز کسایی بود که بیشتر از همه خود. و این سالهای اخیر عمده خطبه هاشون در خطبه اول راجع به حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فدا، مباحثاتی که ایشون با خیلی از علمای غرب داشت. ایشون برای این کار مسافرت کرد، با بزرگان مسیحیت، با بزرگان ادیان رفت گفتگو کرد، خودش حاج آقا سفر رفته واتیکان، اصلا برای این نشسته با اونا مباحثه کرده، چون اونا هم قائل به منجی آخر الزمان هستن،
با اونام رفته بود صحبت کرده بود و مباحثه کرده بود و اینا تو این خط امان فکر میکنم جلد دومش آمده، بعضی از این گفتگوهایی که ایشون با علمای سایر ادیان داشتن. بله لبنان رفتن با خیلی از این آقایون، از جمله با این جورج جرداق آجا رفته بودن یه جلسه مفصل صحبت کرده بودن. رضوان الله علیه. تازه من میخواستم یه چند کلمه بگم، این شد دیگه. حالا اگه بخواییم تفصیلی صحبت کنیم که مفصل تر از این هاست. رضوان الله علیه. بله خدا انشالله بر درجاتش بیفزاد و حشرش رو با اولیاء خودش قرار بده و اون عشق و دلدادگی خاصی که به حضرت رضا علیه السلام داشتن دیگه، خب توقع داشتن که برای دفن هم همونجا دیگه در محیط حرم که فکر میکنم فردا انشالله برنامه اونجا هم انجام میشه. رضوان الله علیه. خلاصه همش درس بود از آیت الله امامی کاشانی، وجود نازنینش، فکرش، اخلاقش، تدبیرش و صفاش، اخلاصش، ثبات قدمش در ولایت و این اونسی که با عالم معنا و دعا و مناجات. این شبستان مدرسه عالی شاهد ناله های ایشون غیر از نمازها. میدو آقای امامی نماز عجیبی داشت، خیلی باحال نماز میخوند. انسان میفهمید تازه نماز یعنی چی. شما میخواستید شهد نمازو بچشید باید میرفتید پشت سر حاج آقا نماز میخوندید. نماز اصلا محو بود تو نمازش، عشق میگرد حالات خوش در نماز. خدای متعال بهش داده بود شیرینی نماز رو بهش چشونده بود. و غیر از اینا که اونجا خب بالاخره سالها در همه این سالهایشون اونجا نماز داشتن، امامت داشتن، غیر از این شبهای قدر اون وقتایی که حال ایشون هم مساعد بود شبهای قدر اینجا رو خدا آقا اجرا میکردن. مثلا جلسات بزرگ یادم اون قدیم ترها، ناله ها و نجبه ها و مناجات ها دعا ها، خیلی حال خوشی داشت، خیلی حال خوب. ایناست دیگه. ماه رمضانشون خیلی ماه رمضان های با حالی بود. این ابو حمزه، این دعا ها، این اوراد. رفقا با حال باشید، حال داشته باشید، رو خودتون کار کنید، از دست میره. اینه دنیا که تو تموم میشه میره به کارش دیگه. اینه راه، اینه انسان اینجوری زندگی کنه، این میشه یه حیات طیبه. خدمت به خلق توش باشه، دعا باشه، انس با اهل بیت باشه، انس با معارف باشه، انس با ولی الله العظم باشه، تلاش برای تقویت ولایت باشه، خدمتگذاری به ولی امر درش خالصانه باشه، توسعه معارف الهی باشه، هر کسی به سهم خودش دیگه. ایناست. اینا باشه عمل صالح دیگه، میشه حیات طیبه. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. این میشه حیات طیبه، زندگی گوارا شیرین دوست داشتنی. اینه جوانایی که در جلسه هستن یک روز از وقتاشونو نباید در غیر اینا تلف کنن، بقیهش بازیه، کشکه. یه وقت بهتون گفتم یه دوستی تو جبهه که شهید شد، داشتیم میرفتیم به خط، همینجور تو مسیر داشتیم میرفتیم، گفت گوهاجی دستتو باز کن. دستمو باز کردم، یه چیزی تو کاغذ پیچیده بود، اینو گذاشت تو کف دست من، گذاشت کف دست من، بعد گفت دستتو ببند. من دستمو مش کردم، گفت من تمام دنیا رو گذاشتم تو دست شما، گفت همه دنیا رو من گذاشتم تو دست شما، گفت حالا باز کن ببین. باز کردم دم یه دونه کشکه. و دنیا کلها کشک،
بگیر و ببند و سر و صدا و برو و بیا و حرص و طمع و لذت این و اون و تو زندگی مجازی و تو زندگی حقیقی و که اصل استاد جوادی آملی میفهمدن اون دیگه مجازی نیست، نسل جدید اصلا همش اونجا زندگی میکنن. اون وقتا میگفتن سکاند لایف، در که این فرست لایف الان زندگی اولشون الان اونجاست. این کجاش مجازیه؟ چه مجازی؟ مجازی که مقابل حقیقت باشه. همش تلف میشه میره. یه وقت به خودت میای، یادتونه تو دعای 42 که دعای امام سجاد علیه السلام در ختم قرآن بود، مفصلم صحبت کردیم. چه دعاییه، چه دعاییه. قرآن رو میخوای بشناسی، دعای 42. دعای 42. اونجا یه جمله هم داره دیگه. از جمله اینه که وقتی که به خودم بیام، گفت قرآن رو به فریاد من برسون. وقتی من به خودم بیام ببینم ملک الموت جلوی من ایستاده و من هدف تیر او قرار گرفتم، یعنی تیرش رو به سوی کمانش رو به سوی من نشانه گرفته. این صحنه برای هممون هست دیگه. اون تیر میدونید ردخورم نداره دیگه، هیچ. این اون لحظه نزدیکه برای هممون. 100 سالش هم انسان اینجا عمر کنه نزدیکه، فضلا از این که نه بخواد زودتر هم مرخص بشه. وقت خیلی کمه برای اخلاقی شدن، وقت خیلی کمه برای عارف شدن، وقت خیلی کمه برای عاشق شدن، وقت خیلی کمه برای خیر رسانی، وقت خیلی کمه برای گره گشایی از بندگان خدا، وقت خیلی کمه برای محبت کردن به دیگران، وقت خیلی کمه. کجا داری تلف میکنی وقتاتو؟ به خودم دارم میگم، دور از جون شما میگم عاشق جواد کجا داری تلف میکنی وقتاتو؟ کجایی؟ وقت خیلی کمه برای انس گرفتن با خدای متعال. اون وقت یه فرصتایی درست میشه، میشه ماه رجب. یه فرصتی میشه، میشه ماه معظم شعبان. از همه اینا بالاتر یه فرصتی میشه ماه مبارک رمضان که میشه راه میانبر رفت. ماه رمضان یعنی راه میانبر به سوی مقاصد عالی. یعنی میخوای عارف بشی، میخوای عاشق بشی، میخوای دلداده حق بشی، میخوای با اولیاء خدا رفیق بشی، این راه میانبره. این مسیر وقتی میرسه به ماه رجب سرعت میگیره، میاد تو ماه معظم شعبان سرعتش بیشتر میشه، میره به ماه مبارک رمضان که دیگه اصلا قابل توصیف نیست. انفاسکم فیه تسبیح، یعنی چی؟ نومکم فیه عباده. چه ماهیه؟ هفته آینده انشالله خدا بخواد مثل چنین شبی میشه شب اول ماه مبارک رمضان. چه از سری رسید، چقدر با سرعت رسید. این هستی هفته بعد میشه شب اول ماه، بعد آغاز ماه رمضان. آماده شدیم، از ماه رجب خوب گرفتیم، از ماه معظم شعبان توشه‌هامونو برداشتیم، بار تو سبک کردی، حجاب‌های ظلمانی رو کنار زدی، استغفار کردی، توبه کردی به درگاه خدای متعال که بتونی وارد بر ضیافت بشی. از این عنایات الهی، از اون قضاهای معنوی، از اون مائده‌های عرشی، از این مناجات شعبانیه استفاده کردی؟ آماده کردی خودتو برای ورود به ماه مبارک رمضان؟ خب اون ضیافته، ضیافت عادی که نیست. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. چه ماه عجیبیه. از جمله فرمود شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. این ماه
میدیدیم تو استاد آیت الله آقای امامی کاشانی که من با طیب خاطر میگم عالم ربانی، با طیب خاطر. حالا یه چیزایی نوشتم همون بری شبیه درباره ایشون. حالا اینا اینجوری بودن. شما میدید از ماه رجب حالشون متفاوته، ماه شعبانشون متفاوت، ماه رمضانشون دیدنی بود. مراقبت ها، انس ها، ذکر ها، دعاها، توجهات، خدمات، کارهای علمی، فکری، تفسیری، قرآنی. لذا دوستان قدر بدونن، چیزی نمونده دیگه. هفته آینده اگه زنده باشیم میشه شب اول ما. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی خودش ماها را آماده کنه دیگه، از خزانه لطفش و کرمش آماده کنه. در جلسه ما امشب ذکر یک عبد صالح به میون اومد، انشاءالله برکت نازل میشه. فرمود اند ذکر صالحین تنزل الرحمه، رحمت نازل میشه. ما با همین امید انشاءالله دیگه فکر میکنم کافی باشه دیگه. بله بله، نرسیدم براتون، میخواستم این جمله نورانی رو معنا کنم ولی یه جور دیگه این معنا شد دیگه. یعنی یه کسی رو براتون توضیح دادم که مثلا این جمله خذل نفس کم نفسی ما یخلصها دربارش مستجاب شده بود، از نزدیک دیدیم. این که فرمودن و عبقل نفسی من نفسی ما یسلوها مستجاب شده بود، واقعا خود ساخته تمیز. این از جوانی درست میشه و با مراقبت به دست میاد و ریاضت داره، کار داره، همینجوری که نمیشه که. از انشالله رفقا هم همین مسیر رو دنبال کنیم، سعادت در اینه دیگه انشالله. خیلی خوب، ما اگه خدا بخواد یه طرح مسئله شد که چون ما معمولا ماه مبارک رمضان دیگه جلسه نداریم، یعنی توفیق نداریم خدمتتون. همیشه هم یه وعده بوده، گفتیم شاید یه شبش مثلا یه افطاری یه چیزی مثلا بشه، یه جلسه بشه، ولی تو سالهای قبل نتونستیم. امسالم نمیدونیم، احتمالش کمه که بتونم خدمتتون توفیق پیدا کنم، شرفیاب بشم. شما هم دیگه کار دارید، هر کدوم مسجد و برنامه و جلسات خودتون رو دارید، قاعدتا ممکنه موفق نشیم. با رفقا که صحبت میکردیم گفتیم خب شب اول ماه رو داشته باشیم، یعنی هفته آینده رو دیگه، یعنی دلمون نیمد که دیگه این ورودی ماه مبارک رمضان رو ما دوستان صحیفه رو زیارت نکنیم. گفتیم شاید با دیدار شما یه مقدار رزق ما در ماه مبارک رمضان فراوان تر بشه انشاءالله. بنابراین این جلسه هست انشاءالله، چون معمولا روز اول رو هم ببخشید اون روز پایانی ماه معظم شماعت، بعضی از شما که همه این هفته رو استقبال میرید روزه میگیرید، ولی معمولا اون روز آخر رو دیگه همه روزه میگیرن دیگه، این اکثرا میگیرن. انشالله به امید خدای متعال اینجا یه سفره افطار هم هست، یعنی انشالله به امید امام زمان نماز مغرب عشا رو که خوندیم بلافاصله یه سفره مختصر نون و پنیر دیگه، اینو انشالله دوستان افطار میکنن. بعد دیگه تلاوت و درس و اینها که میشه شب اول ماه رو ما انشالله اگه خدا بخواد هلال ماه مبارک رمضان رو در جمال شما رؤیت کنیم دیگه، چون رؤیت هلال خودش مهمه دیگه. انشالله رؤیت کنیم که بشه یک ماه پربرکتی انشالله، ببینیم خدا چی میخواد و روزی چیه. راجع به انتخابات هم یک کلمهش اینه که خدا رو شاکریم، الحمدلله خیلی عملیات سنگین بود بر علیه این انتخابات. داستانها داره، داستانش به جای خودش محفوظ. با اون عملیات سنگین اون چه که اتفاق افتاد الحمدلله خیلی خبرهای نگران کننده ای بود، هم در
جهات امنیتی، هم در جهات مختلف، هم در باره حضور مردم و اینا. ولی الحمدلله به لطف خدای متعال، عنایت الهی، مدد ولی الله الاعظم، ارواحنا فدا و دعاها و تدابیر حضرت آقا روحی فدا، این مرد بزرگ، این مرد بزرگ. بله الحمدلله این کار به یک نقطه خوبی رسید، الحمدلله خدا رو شاکریم. انشالله یه کار تکمیلی هم مثل این که داره، مخصوصا تهرون، مثل این که باز یه دفعه دیگه هم باید برقرار بشه دور دومی ها، یه کار تکمیلی داره. انشالله یه عمری داشتیم اون کار ناقصمونو باید در تهران تکمیل هم بکنیم دیگه. انشالله یه توفیق بود اونم باید انجام بدیم به وقتش انشالله. برای مردم مظلوم غزه دعا میکنیم. خوب ایستادن. بشارت هام زیاده بهتون بگم. خیلی بشارت ها زیاده. یعنی الان این مذاکراتی که داره انجام میشه، الان در جریان برای آتش بس، اینو بهتون میگم، اون جماعت کثیف نابکار خبیثی که هیچ کلید واژه‌ای بنده پیدا نمی‌کنم بخوام راجع به اونا صحبت کنم، بگیم ملعون، بگیم خبیث، بگیم پلید، چی میشه درباره اینا به کار برد؟ مخصوصا راجع به آمریکا. این طرف داره پشتیبانی میکنه از رژیم صهیونیستی، اونجا میاد پای میز مذاکره آتش بس، از اون ور از هوا چیز میفرسته که قضا مثلا بریزن. خیلی دیگه آخرشن و مردم دنیا رو چی فرض کردن اینا. میخواستم این عرض کنم به رغم این کار سنگینی که بر علیه این ملت مظلوم انجام شد، الحمدلله الحمدلله بشارت فتح. صهیونیستا به هیچ یک از خواسته هاشون نرسیدن، اومدن پای مذاکره، گفتن ما هیچ وقت نمیایم، الان پای مذاکره. آمریکایی ها همجور، با کی؟ با یه گروه مردمی مظلوم. این طرف هر روزم که گذشت کار برشون سخت‌تر شد. الحمدلله این مقاومته، اون ضربه هایی که حزب الله زد، ضربه های فراموش نشدنی که انصار الله زد. یمن و ما ادراک ما یمن. بله یمن، حزب الله لبنان، بقیه بچه های مقاومت، ایران هم که دیگه، و آقای عزیزمون که مثل کوه پشت این حرکت مقاومت ایستادن، الحمدلله تو نقطه خوبیه کار. بنابراین این دعا میکنیم که انشالله به مقاصد بزرگتر هم انشالله جبهه مقاومت در این عرصه برسه، اگرچه کار زندگی مردمشون خیلی سخته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. گذشتگانتون رو، شهدا، امام راه العظیم الشان، شهدای هفته تیر، این شهدای عزیزی که مجاور حرم با صفاشون هستیم، و مرحوم آیت الله استاد آقای امامی کاشانی رو، همشون رو با صلوات و فاتحه‌ای شاد کنید.